الینا نوروزی یک نقاش 21 ساله است از دو پشت افغانستانی و ترکی که قرار گفته خودش از 13 سالگی تا به حال برنامه های مرا تعقیب میکنند و چی افتخار بزرگ به ما. این نقاش چیره دست جریان رسامیش ویدیو کرده که نقش مرا روی یک صفحه بسته. ما از خانم ایلینا نوروزی خیلی سپاس میکنم و از فامیل عزیزش و یک چوچهک جدید احتمال داره که چوچهک خودش باشه و یک چوچهک زیبا بود. ای شما و ای خانم ایلینا نوروزی. ما بسیار خوش دارم که یک روز خانم نوروزی شما را در برنامه خود دعوت کنم، اما برنامه های ما یک رقم می تایپه که انترویو کنم کسا را در برنامه خود، اما تو ست نشده ما ببینم که از چی طریق یک هایلایت در سر کارهای زیبای شما بیاندازیم یا یک چراغ پرتیم. بسیار تشکر میکنم.
آله می خواهیم به شما بگویم که امی اسلام چی مانا داره. اسلام یعنی تسلیم شدن، یعنی صلح، در صلح زندگی کردن. اسلام دین صمیمیت و دوستی و محبت است. سعی کنین؟ اینا چی کردن؟ با نظر شما چی خواد کده باشه که تو لط میخورن؟ سر زن از این مردم تجاوز کردن، بیادرشان کشتن، پیسهشان دوزی کردن، سر چی؟ با نظر شما روزه خوردن، روزه. و در این دینی که ما میگیم دین صلح و دوستی و مهربانی است، و در قرآن هم با وضاحت آیت قرآن است که دین اسلام دین جبر و زور و اکران نیست. با زور نمیتونی که تو مردم مسلمان بسازی. اما اینا در سر روزه خوردن وحشیانه در منطقه طالبان 3-4 نفر جوان گرفته و همه تا زده میرن. ای فیلم وزیر کدام نفره که اموج شخصا حضور داشته ای را گرفته و پنهانی به مرایی کرده. یعنی چی رقم دین صلح است، دین دوستی، دین محبت که در یک روزه خوردن مردم ها نزدیک هستند که ها بکشن؟ همی دینه؟ همی آیا دین اسلامه؟ ما یک گپ بسیار غلط همیشه میزنیم، میگیم اسلام به ذات خود ندارد عیبه. هر عیب که از در مسلمانی ماست. نیم از این درست است، نیم از این درست است که ما هم دین خودم نمیفهمیم، و نیم دیگه از این تمام عیوب از ما نیست. در اسلام هم عیوب وجود داره. یک مشکل بسیار کلانه که در اسلام است که دین 1400 سال قبل آمده برای یک منطقه بیسوادترین دنیا، عقب مانده ترین و پس مانده ترین دنیا در عربستان تا امروز دیگه هر کار که بخوایی میتونی. و باز عربا خواه یکمک هوشیارتر شدن، نمی دین خدا یکمک در کنترل خود گرفتن. اما در کشورهای مثل پاکستان، مثل افغانستان و ایران و غیره و غیره ای دین بر چور، چپاول، قتل و کشتار استفاده شد. و ما با یک فرهنگ قتل و کشتار و چپاول کلان شدیم. 1400 سال اگه نباشه 1300 سال یا 1200 سال است. حال ما از بس با امی وحشت تولد میشیم و با امی وحشت کلان میشیم، ما دیگه غیر از این چیز را نمیفهمیم. یک چیزی بخی نارمل است. اگر شما به اصطلاحات که در اسلام وجود داره ببینین، در هیچ دین دیگه وجود نداره. شهید، غازی. غازی کیست؟ اگر اون کافر کشتی بچهش غازیستی. ما دید میگیم که داخل آجا و غازیا. خب آجی بسیار خوب رفتی آج. اما غازیش یعنی که تو باید یک کافر بکشی که غازی شوی.
یعنی ما آنقدر با کشتن دیگرا متمایل هستیم و فخر میکنیم که او را جزء بزرگترین مسرت خود میدانیم، افتخار خود داخل آجا و غازی ها، چون که حج فرض است، فریضه امی غازی بودن هم شامل امو فرض بودن میکنی. غنیمت مال کافر را گرفتن، نه؟ یعنی دزدی، یعنی دزدی را ما به حیث غنیمت حلال میدانیم. کنیز یعنی که زن اونو کافر را بکش، زن شبیه حلال است برای تو. کنیز این مانایش برده، غلام در اسلام کاملا مجاز است. یعنی که اونو مرد بگی بندی کو پیش خود، بعد از اون مثل ایوان سرش کار کو، اگر فروختیش در بازار بفروشش، کنیز هم میتانی، یعنی با کنیزت میتانی که اما تو بدون نکاح خو شوی، او رفیقت هم دعوت کنی، او رفیقایت هم دعوت کنی. یعنی اگر شما سعی کنین در اصطلاحات که در اسلام است که غزا، جنگ اسلامی، شهید، غازی، یعنی اگر کشتی هم جنت میری چون که غازی شدی، اگر کشتی هم شدی شهید استی. غنیمت، کنیز، غلام و مثل از این اصطلاحات دیگه که کلگیش ترویج میکند دزدی را، قتل، نامهربانی را، کشتن. این حال ما با همی اصطلاحات کلان میشیم، با این اصطلاحات که کلان میشیم دیگه یه چیز را ما قبول نداریم. انگلیس ها در دنیا مردم های مختلف استفاده میکنن، برای وحشیانه ترین کارایشان مسلمان ها را استفاده میکنن، مثلا بت بامیان را بپران، سر خود ما میپرانن. تمام آثار هنری عراق سر خود عربا، سر خود عراقی ها تکه تکه کردن و موزیم هایشان دوزی کردن. حداقل 70-80% مواد 1000-2000-3000 ساله موزیم های عراق همیال یاد اروپاست یاد امریکاست. اگر شما سعی کنین سوریه را، اگر شما سعی کنین لیبیا را، اگر شما سعی کنین افغانستان و پاکستان و غیره و غیره را، انگلیس از کار خود هیچ کار نداره. یک تفنگ میتمه را، یک تفنگ شیعه را، یک تفنگ اسماعیلی را، یک تفنگ هم بدینه. همی کل ما چون دین همی حالت کلان شدیم، این متخش داریم که بگیریم و بزنیم. حالا سعی کنین دوباره همی نفرها را که سر روزه لط میکنن. خودت اینال میگی او لوده یه خو اسلام نیست، یا خود طالبای کافره، بسیار خوب، یا طالبای کافر سر روزه میزنن. خودت که یک مسلمان طالب نیستی، مسلمان خوب هستی، اگر یک آدم ببینی که روزه میخوره در کله چی میگرده؟ ای کافر لعین، ای نامرد، ای روزخور دوزخی، کم بخو که میترخی. نه باز اگر پیشرویت بخوره او بیادر تو به دین ما توهین میکنی. همی مهربانترین مسلمان در قلم قدر میگه، کافر میگش، روزخور میگش، دوزخی میگش، هر چیز در کله شام امو میگرده. ایرم اون مهربانترین مسلمان ها میکنه، بازو که دو بزنش و کافر بگویش صدا کنه سرش، وی ده گیر طالبا بتومت وی بزنیمت بکشیمت، او خو بازمت بالا میره. اینال ما مثلا قار میشیم که چرا ده اینی کلینیک یا شفاخانه صد بستر آمدن زنای عامله را کشتن کتوشتوکک ها. این نفرت تنها ده طالب نیست دوست عزیزم، ده 90% مسلمان هاست، منتها در درجه های مختلف. از ما که از در درجه پایین ما اشتوکک ها را نمی کشیم، اما ما تنها دو می زنیم. اونو بیادر دیگه ما یک کمک بالاتر، یک قفاق می زنش که چرا روزه را می خوری. اونو دیگه یک کم زیادتر که یک سنگ می زنش.
این ایدگه این آوردهش چوب میزنش به خاطر تفکر ما. اسلام هم به ذات خود عیب داره هم در نافهمی ماست. ما قرآن نمیخوانیم. خداوند در قرآن میگه که ما این کتاب رایی نکدیم که شما در مشکل بفتین. خیی چی هسته بیدر که نفرها را استاد کده همه تو زده میرن اگه این مشکل نیست خیی چی هسته در مشکل افتیدی. مثل ازی تا قتل و کشتار و غیره و غیره شیعه سر اسماعیلی قاره اسماعیلی را اصلا تحویل نمیگیره به حیث مسلمان. سنی سر خود شیعه قاره تحویل نمیگیرش به حیث مسلمان. باز سنی صد رقم است، شیعه صد رقم است، اسماعیلی هم یک چند رقم است. خب اونا شاید قدر بسیار بین هم جنگ نکنن، اما شیعه تا سرحد با هم تفاوت داره که شیعه خود کافر میگه، سنی ها تا سرحد تفاوت داره که یکی دیگر حلال میکنن. این کلش عیبی است که در اسلام وجود داره. اگر ما به دین خود با چشم گشاده ببینیم و قبول کنیم که در دین ما دو عیب است، هم عیب ذاتی که در خودش است و هم عیب نافهمی مسلمان ها، بازو وقت ما مشکل خودم میتانیم حل کنیم. به طور مثال اگر ما به شما بگویم که بیادر گل امی اسلام، امی اسلام عزیز، امی 1% خرابی داره، استغفرالله لوده، تو فکر میکنی که خدا غلطی کده؟ نه 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 نه، اسلام 1% نداره، امی 0.5% داره، او لوده نه، سر سوزن نداره. به خاطر عزیز که در کلی ما تلقین کردن 1400 سال ما همه تفکر میکنیم، میترسیم هم. این حاله ما برای شما یک نمونه میتم. به طور مثال شما در کوچه تان یک آدم 50 ساله است، در مواخر یک امک پیسدار و زوراور، در این سر کوچه تان یک آدم که ضعیفه، یک دخترک 6 ساله داره، اما آدم 50 ساله همی دخترک آرسی میکنه، گفته مردم خوب یک توی هم میکنه. دمی کله تو چی میگرده؟ دمی دل دو نمیزنی که چی یک آدم پست 50 ساله دخترک 6 ساله را گرفته نکاح کده؟ بازو مولای لوده را میگم که دخترک 6 ساله را تو چطور نکاحش خواندی؟ بازو میگه خو آل کتازی خو زفاف نمیکنه، آل تنها عروسیش کده میبره خانه کتش خو میکنه، در نکاحش هست منتها او کارای آخری را نمیکنه. خیلی چی میکنه؟ ای آدم 50 ساله که دخترک 6 ساله را در پالوی خود مندازه که ای را کاکا میگه، کاکا جان، الا کاکا جان اوگارم میکنی، الا کاکا جان سرم خود ننداز، الا کاکا جان من ای کار نمیکنم، و ای بزور سرش یک کار میکنه. نه در کلیت نمیگردم. بنان تو این آدم 50 ساله را یک آدم تجاوزگر میگی، اما وقتی که در سر آیشگک 6-7 ساله میشه و نکایش با محمد که یک گپ بیخی ثابته در تمام کتابه، اگر ما بگویم که او بدر خواهین رسول الله میکاره کده، تو چی میگی؟ لوده رسول الله را خدا گفته بود. در کجا گفته بود؟ تو بیاین قرآن را بگی برای من نشان بده که در کجا گفته که آرسی کوکت 6 ساله. لوده در او خو دخترک های 6 ساله کلان بودن، اونا برو تیوری داروین هستی که اینا بسیار، چون بخصوص که عربستان گرم بود، دختر 6 ساله اینه که گروه میکدک اما تو رشد میکدک بیخی آماده بود بر آرسی. بازه دلیل دیگه که نشد چی میگی؟ بیا در این کتابا دروغه، میگن در او خوارک خورده آیشگک 16 ساله بود که آیشگک آرسی کده بود، یعنی آیشگک 3 سال از او کده خورد کلانتر بود، 21 ساله بود. در کجایی را خواندی؟ اینه بیا سیرت رسول الله 1300 سال پیش است، با وضاحت نشته کده. تو بیا یک دانه کتاب با من نشان بده که از 1300 سال کده کونتر باشه. ای که حال توی چال چال بازی میکنی علایده است. این حال سیکو منظور ما ایست که ای چیز را ما در اسلام غلط فکر نمی کنیم. اگر رسول الله با دختر 6 ساله عروسی کده، نوش جانش خدا گفته. در وقت
دخترها کلان بود، معجزه داشت رسول الله که دخترک 6 ساله که هر کار میکرد، او اصلا هیچ اوگار نمیشد، هیچ اصلا. اینمی رسول الله که در سرش خدا منداخت، ملائک از پشت سرت بالا میگرفتش که دخترک در زیر سینش از نفس نمانه. ببین که ما چقدر دلیل میسازیم. یک چیزی که اینه که وضاحت داره، آیا ما جرات داریم که میره بگویم نه رسول الله می کار غلط کرده بود؟ در خود قرآن گفته شده که پیغمبر ما کارهای بد قبلی و یا گناهای قبلی و بعدی تبخشیدیم. یعنی قرآن ثبوتش است که پیغمبر پیش از امی آیت هم گناه ها کرده بعد از وام. امی آیت قرآن است که پیغمبر ما گناه های قبلی و بعدی تبخشیدیم، یعنی پیش از آیت و بعد از آیت. حداقل قرآن قبول داره که محمد کارهای کرده که گناه بوده، میشه کمی هم یکی از او گناه بوده باشه. مگه آیا ما قبول داریم؟ استغفر الله رسول الله، ای قدر یک آدم بود و بچه او رسول مقبول بود. میفهمی خدا خودش میگه که ما دنیا را از خاطر اینمی رسول پیدا کردیم. در کجا ببخشی؟ امیر تو بیا در قرآن یک جای نشان بده که گفته باشه که دنیا را ما به خاطر رسول. 100 بار گفته شده که پیغمبر تو را نزدیک از راه کشیده بودن اگر لطف ما نبود. پیغمبر تو به لطف خداوندت احمق نیست. این آیت قرآنه. پیغمبر اگر تو با آنچه ما برایت فرستاده ایم شک داری، برو از کسایی که کتب الهی را قبل از تو خواندن، سوره یونس آیت 94 برو یک سعی کو. یعنی پیغمبر حتی شک داشته به نبوت خود، به قرآن خود. و بعد از اینکه پیغمبر شرح صدر شد، امیر خود تاریخ کل ما خواندیم، چی کرد؟ آمد برای خانم خود خدیجه چی گفت؟ گفت که من رسول الله هستم؟ نه، گفت من نه، تو یک حادثه شد، من شرح صدر شدیم. بازو گفت تو باش که ما برم، این خیش های عیسوی داریم نوفل، ما پیش نوفل برم که چی میگه. بازو گفت ولای مبارک که اینمی رسول الله است. یعنی رسول الله که آمد، یه خود در تاریخ ایره کلگی خوانده، نگفت که مبارک خدیجه ما پیغمبر هستم. دیواز گفت که اینه تی یک حادثه شده. باز شرح صدر که میگن شد، ما در هیچ کلمه را کار نمیتیم که چرا پیغمبر شرح صدر شد، چرا شرح کله نشد، چرا کله ایش واز نشد. چون محل فکر کردن خو اینجا بود، یک چپ دیجهش چرا مانده نشد؟ چرا که در او زمان مردم فکر میکرد که اینی جز که ما میفهمیم توسط قلب و تا آیات قرآن است که ارا اینه به شما چشم دادیم که ببینین، گوش دادیم که بشنوین و قلب دادیم تا بفهمین. مردم حتی ایره نمیفهمیدن که مرجع فهم اینجا است، اینجا نیست. از امی خاطر ما میگیم شرح صدر شد، نمیگیم شرح کله شد. خداوند نمیخواست که مردم را مشکوک بسازه. فهم مردم اونمون بود، امو را برشان گفت. یعنی که مردم بی سواد نمیخواست که مشکوک کنه، که حالا میگفت اصلا اینجا منبع فهمه. مردم قول میامد که او نه، کتاب از خدا نیست، از محمد اونه، نمیفهمه این کتاب که در اینجا از فهم. بنان اگر ما قبول کنیم که در دین ما هم غلطی است، در فهم ما از دین هم غلطی است، واضح باشیم که یک بار در زندگی خود بعد از 1400 سال ببینیم که چی گناه ماست، چی گناه دین ماست، چطور امی دین برای امروز استفاده کنیم. خداوند میگه گوشت خوک حرام است، اما در شرایط که تو بسیار گوشت نستی حلال است. با مو اندازه که ضرورت داری بخو، حلاله. گوشت خوک قرآن عین چیزه. چیزایی از در قرآن که در او حلال بود امروز حرام است، چیزایی بود که در او حرام بود امروز حلال است. به خاطر که اسلام دین زمان و مکان است، قرآن دین زمان و مکان است. اما تو گرفتیش اینم تو نه، یه چیز تغییر نکده، اونم او اخوار است. نه، اینمی کلانترین غلطی ماست. به که اسلام برای امروز خود استفاده کنیم. هموطن عزیزم، عیدت مبارک.
نگفته نمانه که عید برای مردم گشنه در یک سال که 365 روز و 6 ساعت است، عید برای از اون مردم 6 ساعت است. روزه هیچ گاه خلاص نمیشه. وقتی گشنه باشی و نان نداشته باشی، روزه 365 روز است. اون 6 ساعتش عید است. یعنی مردم در گشنگی خود 365 روز گشنه میشینن تا که اون 6 ساعت عید اگر بیاید. تا برنامه آینده. خوابی دیدم ملک خرابی دیدم رنج و عذابی دیدم مهمو خیالی دیدم امر محالی دیدم من قیل و قولی دیدم مکر شغالی دیدم روز سیاهی دیدم شام تباهی دیدم سرها به چاهی دیدم نفرین و آهی دیدم من ازدهامی دیدم سودای خامی دیدم سحر کلامی دیدم فعل حرامی دیدم خلق عجیبی دیدم حال قریبی دیدم خون و صلیبی دیدم حبا و سیبی دیدم من التهابی دیدم من اضطرابی دیدم هر سو نقابی دیدم مرگ عقابی دیدم زندان و بندی دیدم دار و کمندی دیدم پست و بلندی دیدم سی سال و اندی دیدم دار و درخشی دیدم افتا و درخشی دیدم من آزرخشی دیدم گریان بدخشی دیدم اوج و حدیزی دیدم چشمان هیزی دیدم من تیغ تیزی دیدم قتل عزیزی دیدم از نو حبوتی دیدم از نو سهوتی دیدم دام و بلوتی دیدم من قوم لوتی دیدم خشکید باقی دیدم خاموش چراغی دیدم دست چلاغی دیدم شیخ الاغی دیدم محنت سرایی دیدم جور و جفایی دیدم زش اجتماعی دیدم حرس جماعی دیدم فصل خزانی دیدم ظلم ایامی دیدم آه لحظاتی زکر دلگر من شوکرانی دیدم فقر زیادی دیدم توفان و بادی